دریافت و پرداخت بود. اصل 135 آقای آیت. اصل 135 دیوان محاسبات کشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد. آقای رحمانی ما جلوتر نوشتیم مرکز ایران تهران، نوشتیم رد شد. درسته، پس باید بنویسیم در مرکز. پیشنهاد به جای. بنابراین باید بنویسیم و شعب در مرکز کشور و مراکز استان. اصولا تهران خودش مرکز استان هست که لاحق دعوت. نه خب اون چیز دیگه است. بله. نیستی که اونو نمیرسونیم. این چیزی که شما میخواید نمیرسونیم. اداره اون باید بشه تعیین و دیوان و سازمانش هم باید بشه تعیین. دیوان یا سازمانش شاید بشه تشکیل. به هر حال این لکونش بر حسب اون سازمان و اداره است. اینجا دوستان عنایت بفرمایید که برادرانی از دیوان محاسبات فعلی چیزی تهیه کرده بودن، آقای موسوی نوشته تهیه کرده بودن که توضیح هم شده گویا برای همه آقایون. اصل 118 یعنی اصلی که مشابه این اصل هست، اینو به این صورت تهیه کردن. دیوان عالی محاسبات کشور مستقل و تحت نظارت عالی مجلس شورای ملی می باشد. سازمان و اداره امور اون در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. عرض می شود که بلا نه اون اصل 136 البته دیگه میتونه بازم باشه چون تحت نظر او هست، غیر از اینه که باید نماینده هم داشته باشه. اجازه بدید توضیح بدیم. توضیح این است که منظور اساسی از دیوان محاسبات نظارت ملت بر وضع مالی کشور و چون این نظارت ملت و به اصطلاح اون کسی که این کارا رو انجام میده یعنی درآمد و هزینه رو انجام میده دولته، پس در حقیقت نقش اساسی دیوان محاسبات این است که ملت یک راه قابل اعتماد نظارت داشته باشه که این درآمد و هزینه رو که به عنوان ریش و قیچی دست دولت داده این درست انجام گرفته. اینه که آقایون پیشنهاد کردن که چون نقش اصلی دیوان محاسبات اینه، این نقش رو مستقیماً زیر نظر نمایندگان ملت قرار بدیم. آقای بنی سعد نه اون یه چیز دیگه است. من اینو توضیح بدم. اصل 136 اینه که به همین منظور که می‌فرمایید اکتفا می‌کردن که چند نفر نماینده یا دو نفر نماینده از مجلس بره اونجا، اما این غیر از اینه که اصلا کل سازمان زیر نظر مجلس شد. آقای بنی سعد اجازه بفرمایید. بله. من دم در یک نیم ساعتی صحبت کردیم، قبلا هم با این آقایون صحبت کردیم. یک خودسالاری در این مملکت هست، هر کس میخواد یک چیزی رو به خودش که میرسه یه اختیارات تامه‌ای برای خود منظور بداره. یه اصلی هم زیر اون نوشتن که از اول خرج تا آخر خرج دیوان محاسبات نظارت داره. بنابراین در واقع ما یک دستگاهی میخوام درست میکنیم که کنترل امور مالی کشور کاملا دست او باشه. و اگر پرسیدم ازشون همین الان که اگر اینها 400-500 نفرن اکثریت، چون یه مرام معینی پیدا کرده هر لحظه میتونن اقتصاد ایران فرش کنن، ما اون چرا که دیوان محاسبات در دنیا درست میکنن تنها نیست که شما میتونن. دیوان محاسبات کارش اینه که متمرکز میکنه پراکندگی در خرج ها رو تحت ضابطه در میاره و معین میکنه که این خرچ ها طبق اون چرا که تصریف شده انجام گرفته یا نگرفته. اصل کارش اینه.
برای مجلس هم نباشه دیوان محاسبات هست، از اصطلاحش هم که تازه پیدا نشده. در رژیم استبدادی هم دیوان محاسبات بوده، در تمام دنیا هم هست. کار دیوان محاسبات همینه که به حساب ها میرسه ببینن که اینا خوب انجام گرفته یا بد انجام گرفته. طرف که میرسه از سر اینه، از طرف شاه و امپراتور، حالا از طرف ملت. یه وقت هست که ما آمدیم ببینیم که سابق دستگاه دیوان محاسبات جم خودش معین میکرد، حساب کتابش هم خودش داشت، بنابراین هر جو دلش میخواست به حساب ها میرسید. ما آمدیم با توجه به این که در اون رژیم سابق روی همون اصولی که اجرا هم نمیشد، دولت پیشنهاد میکرد اون دیوان افراد دیوان محاسبات اون کسانی که نظارت عالیه در جمعه رهبریش دارن مدیریت چون مجلس تصدیل میکن. ما در اینجا گفتیم که مجلس تصدیل میکنن، طریقش رو گذاشتیم به پای خودش که تشخیص بده ببینه، چون ما تجربه هستی که ما نمیدونیم در تجربه چی عذاب در میاد، تجربه بکنه به ترتیبی که مصلحت اگر بعدی تجربهش خوب در نیامد راه تغییر داشته باشه. این است که مسئله رو گذاشتیم به ابتکار خود مجلس، نیاوردیم در اینجا اون اصطلاحی که اونها آورده بودن. توجه فرمودید که این مجلس بتوانه آزاد باشه اون چرا که مصلحت دید تصدیق بکنه، چون اینا یه چیزای لایتغیری نیستن، تجربه ایست که هر زمان ممکنه تغییر بکنه. بعد آقای رحمانی آقای مکارم، آقا زمین از اونها یه چیزی میخوان که باید اینجا باشه تا ما هدف از این عرض تعمیم بشه. وان این است وابسته به دولت اگر باشه، خب دولت این مرکز حسابرسی رو زیر نظر خودش میگیره، هر کاری خواست بکنه. ما باید این چیز مستقل زیر نظر مجلس شورای ملی نمایندگان ملت تا بتونه ناظر بر دولت باشه. این اصلی که آیون نوشتن در گروه اون مطلب رو نمیرسون. آقای متشکر، عنایت میفرمایید یه تذکری هم به برادرم آقای بنی صدر بدم. اگر اینا نوشته باشن که اینا تصویب کنن، همینطور که فرمودید وقت فلج میکنن، هیچ حق تصویب اینا ندارن، اینا فقط حق رسیدگی دارن. بگیم میتونن هر هزینه و درآمدی رو رسیدگی کنن و نظرات خودشون رو برای تفریق بودجه بدن. این هیچ وقت نمیتونن هیچ کاری رو کند کنن. نه اون چیزی که اونا نوشتن. نه همه نوشتن. من میخونم ببینید. پس من اصل 120 رو میخونم. اینو که این آقایون یعنی اصل 137 هست. اصلی که وظایفشو بیان میکنه. دیوان البته آقایون یک کلمه عالی هم روش گذاشتن که این بوی طاغوت میده. قرار شد عالیشو بردارید. دیوان محاسبات کشور بر کلیه درآمد و هزینه وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد نظارت نموده و رسیدگی می‌نماید و مراقبت خواهد نمود که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و لایحه تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود مستقیما به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. بنابراین این هیچ حق جلوگیری ندارد. بله آقای منیسن لایحه باید در دسترس عمومی گذاشته شود. نه من این رو که به آبادا نشد. حالا آقایون توجه فرمایید، مسئله در اینجا این هست که در این اصل 135 پیشنهادی گروه گفته شده است که کیفیت تشکیلش رو قانون معین کنه بعداً، آیا دست دولت در کارش باشه یا نباشه. ولی در متن پیشنهادی این آقایون است که از همینجا بنویسیم
که مستقیما زیر نظر مجلسه، چون در حقیقت دیوان محاسبات نقش اصلیش عبارت است از بازرسی مالی مجلس. یکی از وظایف مجلس شورای ملی نظارت بر دخل و خرج مملکته، این توی قانون اساسی قبلا بوده، و چون این نظارت یه امر فنیه، دیوان محاسبات به هر حال پایه اصلیش اینه. اگر هر کار دیگری هم ازش بخوان فرعیه، که من اصلا یادم نیست کار دیگه داره یا نداره. ندارن، خودشون هم میگفتن نظارت بر خرج دارن، دو اینکه بودجه تهی مطرف بشه. بله، اصطلاح دخل و خرج که میگن همینه دیگه. این باید هم در نظر دولت بسیار مجلس شورا هم مستشار میپرسه و دولت هم ناظره که ترکیبی باشه از هر دو. خیلی هم محفوظ داره. آقای فاتحی مجلس آقای تهرانی مجلس که خطر نداره. آقای تهرانی احتمال مستشم مجلس هم دول هر دو که بهتره. آقای فاتحی دیوان محاسبات، آقا اجازه بفرمایید بحث چی نکنید. آقای فاتحی محاسبات نه اونطوری که خودشون میگن مستقل باشه، زیر نظر شورای مرکب از نمایندگان دولت و نماینده مجلس و شورای عالی قضایی، چون که بسیار موضوع مهمیه، یه جوری باشد که نه خودشون به طور کلی استقلال داشته باشن، زیر نظر دولت یعنی نمایندگان دولت و مجلس و شورای عالی قضایی. بفرمایید آقای قفور. آقای آیت، در اینجا اگر توجه کنیم قانون اساسی سابق اتفاقا دیوان محاسبات رو بیشتر بهش اختیارات داده. من این اصل رو میخونم، اصل 101 قانون اساسی سابق: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود. این تمام اعضا رو اون تعیین میکنه، اینجا فقط گفته عده کافی به عنوان مستشار. و هر صورت ما باید کوشش کنیم که بیشتر زیر نظر مجلس شورا باشه. البته کار دولت هم که میتونه مثلا 30 نفر رو معرفی کنه، اونا 15 نفر انتخاب کنن، هرچه، اون اشکال نداری. ولی شورا که دخل و خرج باید رسیدگی کنه، در اینجا باید نقش عمده تری داشته باشه. با نوبت ها اجازه بدید. آقای قفوری در میرسی که ما در تدوین این قانون اساسی که خب به نام اسلام نوشته میشه به اصول اصلی توجه کنیم. این یه مسئله هم ریشه اسلامی داره، ولی در غرب یه صورتی اجرا شد، بعدم اومد اینجا دیوان محاسبات به صورت یک اداره بایگانی در اومده، یعنی خرجی شده 3 ماه 4 ماه 6 ماه ازش گذشته، اینا هم یا رسیدگی میکنن یا نمیکنن، بایگانی میشه. اگر بخواید روح پیدا کنه، اینا امین مردمن که این همه برنامه و تشکیلات اونجوری که قانون تصویب شده عمل شده یا نه. اگر نشد ضامن اجرایی نشدنش چی؟ اینجا نوشته که در اون سطر 4 صفحه 3 همین چیزی که داده شده، هیچ هزینه از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وچی در محل خود به مصرف رسیده باشد. حالا آمد و نرسیده چی کار کنیم؟ هیچ ضامن اجرایی نداره. بنابراین باید به مجلس و بعد هم دنبال گیری و بعد هم حتی حق اعلام جرم علیه کسانی که برخلاف قانون کنند. معلومه که وقتی اینا فهمیدن جرمی شده اعلام جرم میکنن، استیضاح میکنن. پس چی؟ آقای کرمی، چه بعد گروه 7 هیچ اضافه ای بر پیشنویس ندارد. یا این پیشنویس 3 اصل است، اینها آقایونی که دادن 2 اصل است و این 2 اصل خیلی محکم و خیلی خوب و جلو خیانت هم میگیرد. به نظر من این چه این آقایون 2 اصل دادن و به جای این 3 اصل با احکام و با در نظر گرفتن امانت و توجه بیشتر، این اصولی که اینا تدوین کردن به جای 3 اصل، چون که آقایون گروه ها چیزی اضافه بر پیشنویس اصلا یه دونه کلمه هم ندارم. اینجا ما نگفتیم که دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه باشه، دست قوه مقننه بازه. اگر خواست زیر نظر خودش باشه، یه قانونی تصویب میکنه، دیوان محاسبات میشه زیر نظر قوه مقننه. اگر دید عملا امکان نداره، خودش قانون تصویب میکنه. ببینید آقا دوست، اجازه بدید آقا اگر اصل بعدی رو درست کنم، قبلیش زیاد مهم نیست. آقای مراغی،
اساس خطیه آقای مرامی دو مطلب هست. یکی این که مسئول تنظیم لایحه تخلیق بودجه در هر حال دولت پس بایستی که تابع دولت باشن، ولی باید نظارت مستمر مجلس باشه به همین ترتیب که مستشاران تعیین میشه. به این ترتیب بنده ببینم این که این دیوان عالی محاسبات تحت نظر مجلس باشه 100%، این صحیح نیست، چون دولته که باید این لایحه بودجه تفریق بودجه رو تنظیم بکنه. ولی این که نظارت مستمر باشه، مستشاران از طرف مجلس تعیین بشن، این راه صحیح است. در بنده همون اسکار پیشنهادی که الان اینجا کافی به مخصوص هست. آقای عرب بفرمایید. این دیوان عالی محاسبات تحت نظر شورای مجلس شورای ملی باشه، چون که نمایندگان ملت هست. در غیر این صورت برنامه همون برنامه سابق خواهد. عرض شود که ببینید دوستان، بازم من این عرضم رو تکرار کنم، فلسفه تشکیل دیوان محاسبات همیشه اینه که اون کسی که باید ناظر باشه از نظر قانون اساسی، از نظر مبنای حکومتی بر دخل و خرج یک کشور، او یک سازمان میخواد، اون کار فردی نمیشه انجام بدی، او یک سازمان میخواد. در روزی که استبداد بوده شاه میخواسته این کارو بکنه، این دیوان در اختیار شاه بوده. در وقتی که ملت میخواد این کارو بکنه و اختیار این کار دست ملته، ملت باید یک همچین دستگاهی داشته باشه. بنابراین و انصافش اینه که طبیعت، یعنی اون فلسفه طبیعی تشکیل دیوان محاسبات همین است که این دوستان پیشنهاد کردن، که دیوان محاسبات میشه یکی از سازمان‌های مجلس شورای ملی. مجلس شورای ملی سازمان‌های مختلف داره، یکیش هم سازمان دیوان محاسباته، که سازمان دیوان محاسبات باید به جای لایحه کلمه‌شو عوض می‌کنه، چون طرح تفریق بودجه رو تهیه می‌کنه میاره اونجا. اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد، معلوم میشه بعد که دولت کارش صحیح انجام داده. اگر رد کرد، معلوم میشه دولت کارش غلط انجام داده. سوال میکنن، استیضاح میکنن، اعلام جرم میکنن، محاکمه میکنن، همه کار میکنن. بنابراین کلمه لایحه ذهن دوستان را مخدوش نکنه. فلسفه کار را دقت بفرمایید. فلسفه کار نظارت ملت است بر وضع مالی کشور، و این جزء از راه این که نظیر نظر مجلس باشن ظاهرا عملی نیست. نه تفریق بودجه، تهیه لایحه تفریق بودجه. چرا؟ این چیزی که جناب عالی میگی لوس نشه، اگر در اختیار مجلس باشه مسئولیت دولت لوس میشه. لوس نمیشه. حالا موافقین با پیشنهادی که بنده اتفاقا اسم نوشتم آقای، خلاف منطقه میفرمایید آقای بنی صدر، بذارید برای بگی خب موافقه قیام کنه نشد آقای بنی صدر. این شما ببینید در یه دنیا بفرمایید یه جایی مملکتی هیچ کس اینا رو مردم دنیا نفهمیدن، یه مملکتی به ما سراغ بدید ببین به این مدلی که شما اینا هم دیگه الان اینجا اصلا نوشته که دیوان عالی تو قانون اساسی قبلی اینه که دیوان عالی محاسبات را اعضایش را مجلس معین میکنه. نه کل اعضا، نه مستشاران، کل اعضا. پس میشه مال مجلس. کل اعضا که آقا شدنی نیست. آقا شما بگیم مثلا اعضای استخدام، نه اعضای اصلی را میگیم. مثلا دولت میشه، مثلا این کارمندان رو مثلا دولت علاحده استخدام میکنن. آقا چطور میفرمایدم چیزی ممکنه مثلا یه کارمند میخوام اونجا بگیرم اونم جداگانه شرایط استخدام جدا؟ نه جانم، مثل کارمندای مجلس شورای ملی. کارمندان شورای ملی هم باز تابع قانون استخدام عمومی نیست. اما تابع دولت که نیستن. باز کارمندان شورای ملی، شورای ملی که کارمند دولت نیست عزیز من. شما کم توجهی میکنید. اداره مجلس هم بلا اونجا گریم که از قواعد عمومی خارج باشه. اتفاقا همین دیشب این کارمند ببینید آقا، اینجا هم نوشته اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می شود تعیین خواهد نمود. از کدام اون دیوان 12 یا 24 نفرن، اونا رو مراد قانونه، نه کارمندان 400 تا کارمندشون. نه جان من، ما میگیم وقتی اونا رو معین کرد پس اونا میشن مسئول اداره اونجا. خیلی خوب، پس میشه تابع مجلس. این که دیگه بحث نداره. اینم که فرمودید من نوبت نوشته بودم و رو نوبت خودم توضیح دادم. و البته معلوم شه یه نفر اون آخر توضیح میداره، اون یه نفر ممکنه آقای بنی صدر باشه، ممکنه آقای سبحانی.
آقای طاهری اصفهانی. محاسبات مال بودجه ملت، بودجه ملت طبق موازین شهر باید افرادی باشن برگزیده از خود ملت. وقتی نوشته در همین قانون اساسی قبل که مجلس شورای ملی معین میکنه رابطه با ملت پیدا میکنه، اما اگر گفتید دولت رابطه چه از ملت میکنه؟ آقای مقدم، آقای آخرین نفر، توی نظر خواهی کنید. اینکه فرمودید که در گذشته مجلس در قانون اساسی گذشته این فرمولش این بود که یک عده کارمندان دولت فقط مجلس از این نظر میکرد که این اشخاص به اصطلاح امین باشن، به این جهت در این قانون الان قانون اخیر اختیارات بیشتری داده میشه به دیوان محاسبات. ولی در هر حال بنده همون رو تکرار میکنم، اگر بخوایم اصول رو پیروی کنیم، دولت بایستی مسئول باشه دخل و خرج مملکت رو و مجلس نظارت مستمر داشته باشه. همون ها عجب، این که معلوم ها، این که هممون میگیم ها که مسئول دولته و مجلس ناظر، این مورد نظر همه است. آقای مراغی، توجه دارید که هیچ وقت دیوان عالی محاسبات مسئولیتی در دخل و خرج نداره، او فقط ناظره، چون کارش نظارت مال مجلسه. نوشتن به جاش یه پیشنهاد این که ابتدا این دو اصل بخونید با هم دیگه با دست رای بگیرید، اگه نیامد دیگه اون اولی را خواهش میکنیم که رای بده، اونی که اینا دادن و مورد نظر بندم همین کارو الان میخواستم بکنم. آقا بله همونو میگه. پس دوستان این دو اصل رو من میخونم، ببینید با دقت. اصل حالا شمارش بر طبق این خواهد بود، مثلا میشه 135. دیوان محاسبات کشور مستقل و تحت نظارت مجلس شورای ملی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها، دیگه اینجا اون اشکال آقای رحمانی هم نیست، در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. اصل بعد، دیوان عالی محاسبات کشور بر کلیه دیوان محاسبات بدون آل دیوان محاسبات کشور بر کلیه درآمد و هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که بذار من بخونم، یعنی خلاصه دولت مستقل اجازه میدید مسئول که نشده و سایر دستگاه ما اونها یه اصل آوردن. ببینید این اصل 137 بعد صحبت شما هر دو ناقصه، اون خیلی تون رفته، خیلی کند اونها یه اصلی که اونها آوردن. بله اول میخواید اون رای بگیرید، اگر رای آمو که این خوبه کافیه همونه بذارید، اگر رای نهی بود خواهش میکنم از آقایون به این رای بدن، توضیحی هم خواستن بنده بدن. پس بنده حالا اون اصل اولی رو از نظر کیفیت تشکیل نظر خواهی کنم. عنایت می‌فرمایید؟ بله. اجازه بدید فعلا این قسمت. دیوان محاسبات کشور مستقل و تحت نظارت مجلس شورای ملی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. مستقلش بندازید. بله، این کلمه مستقل یه معنی خاص میده. باید نمیشه دیوان عالی محاسبات کشور تحت نظر مجلس شورای ملی. اجازه بفرمایید آقای تهرانی. دیوان محاسبات کشور تحت نظارت مجلس شورای ملی می باشد. آقا دیگه اینا قرار شد اینقدر در اثناء خوندن، آقا ببینید آقا بریده میشه فکر. دیوان محاسبات کشور تحت نظارت مجلس شورای ملی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. موافقین با این با دست بلند کنیم ببینیم چند نفر مون. مستقل برداشت ما. آقا تهران ننوشتن پایتخت، نوشتن تهران، اون عیبی نداره دیگه. نوشتن تهران و مراکز استان. مستقلش هم انداختیم. ببینیم آقا رأی 48 داره یا نداره. بله مستقل برداشت.
پس رأی میارم. بنابراین من این متن رو برای رأی گیری میخونم با ورقه. اگر آیا موافقن اصلا به جای تحت نظارت بنویسیم وابسته به مجلس شورای ملی؟ وابسته چی آقا خوبه؟ آقا وابسته کامل تره. نه اونم مشکلی نه، می نویسیم تحت نظارت، ما می نویسیم وابسته به مجلس شورای ملی و تحت نظر آن می باشن. وابسته می خواهد آمد چرا؟ خب باشه وابسته بهتر می کنیم. الفاظ وابسته تحت نظر لفظ اول چون رسید خوبه دیوان عالی کشور در نظر شورا دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور وابسته خوبه آقا وابسته مفیده چه وابسته وابسته یعنی سازمانی تابعه تحت نظارت هم تحت نظارت هم وابسته رو بکنید تابعه موافقی که پس عبارت رو برای اینکه روشن تر بشه باز پیشنهاد آقای منتظری کردن، پیشنهاد مناسبی به نظر میرسه. دیوان اجازه بده حالا این حل بشه که دیگه رأی بگیم. دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد که دیگه معلوم باشه این خوبه. بنابراین برای رأی گیری میخونم دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد، سازمان به اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. لطفا رأی بگیرید. یه مشکلی هست نتیجه رأی گیری عده حاضر 55، شماره آرا 55،
موافق 51، مخالف هیچ، ممتنع 4 تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اصل 136 دیگه حذف میشه.